من یک کودک افغانی هستم که توی کشورم جنگه. توی کشور من صلح و آرامش نیست. من یک دختر افغانی هستم که توی کشور دیگه کار میکنم. من توی مترو کار میکنم برای گذروندن زندگی خودم. امیدوارم یه روزی برسه که توی جهان هیچ کودک کاری وجود نداشته باشه. دنیا که گفتم مادرم، گفت که به مادرت فکر کن عزیزم. الان ما هم ناراحت میشیم شمیلا. و اینکه من اون لحظه به مادرم فکر کردم، وقتی فهمیدم که ما باید برای اینکه زندگیمونو بگذرونیم کار کنیم، باید این تیکه فینامو خیلی خوب بازی کنم. شمیلا این لباس قشنگایی که تنتون کردینم به من بگو چیه، خیلی قشنگه. اینا چیه شمیلا؟ این یکی از لباسای افغانیه. ما معمولا لباسامونو پارچه میخریم میدیم یه خیاط داریم برامون میدوزه. خیلی قشنگه. مرسی، چشاتون قشنگ میمونه. به نام خدا و عرض سلام، به یک ویدیو دیگر از خوشک تیوی خوش آمدید. در این ویدیو زندگی نامه دختر افغان که در ایران دست فروش بود و چگونه به سینما راه یافت و موفق به اخذ جایزه بهترین بازیکن سال 98 شد را به شما تهیه کرده ایم. برای آشنایی بیشتر با شمیلا شیرزاد با ما تا آخر همراه باشید. اما قبل از آن برای حمایت از ما لطفاً ویدیوهای ما را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با حواشی و اتفاقات گوناگونی همراه بود. یک از این اتفاقات جلب توجه، تقدیر از بازیگران کودک فیلم سینمایی خورشید با کارگردانی مجید مجیدی بود. بازیگرانی که خود کارگر بودند، شمیلا شیرزاد، بازیگری کودک فیلم سینمایی خورشید که خود از دست فروشان بوده است، در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سال 98، و پس از تقدیر توسط هیئت دوران چنین گفت: امیدوارم روزی برسد که در جهان هیچ کودک کارگر وجود نداشته باشد. سخنان این کودک که با بغض همراه بود با کف زدنها و احساسات حاضرین سالون بدرقه شد. شمیلا شیرزاد، کودک پناهجوی افغانستانی در ایران، هنگام سخنرانی در جمع هنرمندان و سینماگران ایرانی زمانی به یاد مادر خود افتاد، گلویش را بغض گرفت و گریه کرد و همچنان در ادامه صحبتهایش افزود: من و امثال روح الله همه کودکی هایمان را در خیابان دست فروشی کردیم. من تا همین یک سال پیش دست فروشی میکردم. از آقای مجیدی ممنونم که رویاهای ما را به ما برگرداند. شمیلا شیرزاد متولد سال 1390 هجری شمسی می باشد. شمیلا اصالتاً اهل افغانستان بوده اما در ایران متولد شده است. با پدر، مادر و خواهر بزرگترش و اول فضل که 2.5 سال از خودش کوچکتر است زندگی می کند. او برای گذراندن زندگی خود و خانواده خود در ایستگاه های قطار دست فروشی می کرد. شمیلا برای اولین بار در سال 1398 در فیلم سینمایی خورشید با کارگردانی مجید مجیدی و به نویسندگی مشترک مجید مجیدی و نیما جاویدی به ایفای نقش پرداخت. این فیلم در بخش سودای سیمرغ مسابقه اصلی 38مین جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر 98 را به خود اختصاص داد. بهمن ماه سال گذشته بود که پس از نمایش فیلم خورشید در سالن رسانه های جشنواره فیلم فجر، 3-4 بچه تقریبا هم سن و سال کل نشست خبری این فیلم را با شیرین زبانی ها، خنده ها و عشق هایشان به هم ریختند و یک از پرسر و صدا ترین و جذاب ترین روزهای جشنواره را ثبت کردند. اما از آن چیزی که حضور آنها را متفاوت کرد، صرفا بازی خوبشان در فیلم مجیدی نبود، بلکه زندگی آنها بود و کارشان در ایستگاه های قطار و خیابان و حس و حالی که از تجربه بازیگری به دست آورده بودند. بازی شمیلا شیرزاد و برادر وی اول فضل در فیلم سینمایی خورشید بسیار تأثیرگذار بوده است. از دید بسیاری از تماشاگران فیلم سینمایی خورشید،
این بازیگران با وجود سن و سال کم و همچنان آماتور بودن، بازیگران درجه یکی به شمار می آیند. جالب است بدانید مجید مجیدی به همراه دیگر تهیه کنندگان فیلم سینمایی خورشید در چند نوبت از این دو بازیگر کودک تست می گیرند و سرانجام آنها به عنوان بازیگران این فیلم انتخاب می شوند. در انتها لازم به بیان است که مجید مجیدی به عنوان یک از شناخته شده ترین فیلمسازان ایرانی در جهان پیش از این با فیلم سینمایی بچه های آسمان در میان نامزدهای نهایی دریافت آسکار بهترین فیلم خارجی زبان حضور داشت و با فیلم های پدر، بچه های آسمان، رنگ خدا، باران، بیدی مجنون و آواز گنجشک ها جوایز متعدد را از جشنواره های معتبر جهانی دریافت کرده است. این بود زندگی نامه شمیلا شیرزاد. سپاسگزارم از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. خدا نگهدار.